خیلی چیز از مردم آمریکا نمیدونه مردم آمریکا فیلیپ تورنیر نمیشنسن فیلیپ تورنیر یه سرباز 17 ساله بوده روی ناو یو اس اس لیبریتی نمیدونم الان زنده است یا نه چند سال پیش که یعنی 6 سال چقدر اینا من بهش ایمیل دادم موقع زنده بود اما موقع خیلی سن داشت 1973 روی ناو یو اس اس لیبریتی مورد حمله اسرائیل قرار میگرد مردم آمریکا حتی نمیدونن این سهیونیست های حرامزاده به آمریکا هم حمله کردن نمیدونن و اگه بدونن اون موقع جلو ترامپ رو میگیرن جلو نمانده کنگیره رو میگیرن ببینن اینجا داره به, این به اسرائیل خدمت میکنه نمیدونن کارگردان آمریکایی اومده بود دور و دو اومده بود تو ایران بنده خودی که این دوستان ما دعوتش کرد اومده بود ایران اون موقع دلار هزار تومان بود میگفت 5 میلیون دلار بدید من فیلم یو اس اس لیبرتی رو بسازم میگفت هیچ چی نمیخوام همه ی فیلم رو یه دونه ارشه کشتیه هیچ مثلا لوکیشن خاص دیگه هم نداره درست شد هیچ کی بینه 5 میلیارد تومن اون موقع بود نمیگم کم بود اما بابا خیلی چند درصد مثلا بودجه صدا ماست هیچیه خب کسی توجه که برای چی برای که یه پیر مردی نشسته اون بالا چه میدونه ناو یو اسلی دم دم ضرورت اینا میفهمه نه حول و داره اصلا هیچ ولش کنید بابا ولش کنید و اینا فرصت بوده دیگه مردم آمریکا نمیدونن آقا اون اومدید بشینید مثلا در سال روز ضربه خوردن همه ناو یو اس اس لیبرتی بیاید ما قابل طوفان توییتری راه بندازیم مردم آمریکا بفهمون آخه خب معلومه فشار سیاست مدارشون چرا اسرائیل حمله کرد میگه اسرائیل به ناو یو اس اس لیبرتی در دریای مدیترانه حمله کرد که به یا بگه خدمت شما عرض کنم اه. مصر حمله کرده چون در درگیر جنگ و مصر بودن دیگه خب یک از کشوری داشتم داشتن می‌جنگیدن مصر هم بود توشون که آمریکا به مصر حمله کنه وقتی یه بار این کلا بحث بشه و ما به مردم آقا کتاب واتایسف دته فیلیپ تورنیه رو خوندید تو آمریکا خودتونه برید بخونید آگاهشون بکنیم چهار تا مستند زیرنویس انگلیسی این چیزا براشون بسازیم دفعه بعد اگر از این شیطنت رژیم نیستی بکنه یهویی نمیدونم تو دریای چین جنوبی مثلا ناو آمریکا بخوره نمیگه چین زد میگه احتمال داره دوباره این صهیونیستا باشن تو خلیج فارس ولا ناو آمریکایی بهش حمله بشه نمیگن ایران زد آمریکا بیا برو ایران حمله کن میگن احتمال داره صهیونیست یعنی حتی شما قد جو مسئول محترم عقل داشته باشی برای دفاع از امنیت خودت هم اینا رو کار میکن.